بهار تلویزیون دی والی او پیوستون دښتنه غاک بهار آغاز شادابی تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. مرد نمیرد و مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ به نام خداوند لوح و قلم. شبکه جهانی تلویزیون بهار در رأس محترم محمد اکرم جبارخیل و همه دستاندرکاران این شبکه با درد و اندوه در گذشت شخصیت نظامی و فرهنگی کشور مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی را به خانواده معظمشان، دوستان و اقارب و کافه نظامیان و فرهنگیان کشور تسلیت گفته، برای مرحوم عظیمی به اشتبرین و برای بازماندگانش صبر جمیل از بارگاه خداوند منان تمنا می کند. مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی یکی از شخصیت‌های بی‌بدیل نظامی و فرهنگی در سطح کشور بود که با صداقت و پایمردی در دشوارترین مقاطع زمان وظایفشان را با عشق به میهن و مردم انجام دادند. مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی نه تنها یک نظامی مدبر و با جسارت بود، بلکه یک قلم به دست و فرهنگی فرهیخته نیز بود و می توانست کتاب پربهای اخیرش به نام اردو و سیاست در افغانستان نام برد. مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی نسبت مریضی که آیدیالشان شد در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان جهان فانی را ودا گفتند و به لقای حق پیوستند. مرحوم عظیمی در یکی از مصاحبه‌های اخیرش در مورد اینکه چگونه دشمن در اردو نفوذ پیدا می‌کند و چطور از حضور دشمن در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری کرد، چنین ابراز نظر نموده بودند. باید بگویم که این کار اگرچه در نظر اول دشوار به نظر می‌رسد، ولی اگر تدابیر مؤثر و بازدارنده و به موقع سوی ارگان‌های کشف و استخبارات صورت بگیرد، از گستردگی آن جلوگیری شده می‌تواند، به شرط آنکه در ارگان‌های استخباراتی و کشفی افراد صادق، وفادار، باهوش و باورمند به نظام وجود داشته باشد. به نظر من نخستین اقدام در امر خنثی‌سازی چنین اقدامات مشخص بودن چنین افراد در رده‌های بالایی آن ارگان‌ها و تصفیه بی‌رحمانه ایشان از مقام‌های کلیدی و تصمیم گیرنده است. به این ترتیب تا زمانی که این ارگان‌ها از کارمندان خائن، فاسد و بی‌ایمان تصفیه نشوند، چگونه میتوان به این باور بود که دشمن آرام خواهد نشست و توسط این افراد به کشتار مردم و ویرانی بیشتر کشور دست نخواهد زد. اقدامات جلوگیری کننده نیز فراوانند که از نفوذ افراد نفوذی میکاهند که در این مختصر نمی گنجد، ولی به نظر من هر کارمند امنیتی با قوت و فن و راه و رسم این اقدامات پیشگیرانه و تخصصی کاملا آشنایی دارند. روح و روان این نویسنده و نظامی برجسته کشور شاد و یادشان گرامی باد. انا لله و انا الیه راجعون. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار آغاز شادابی. با درد و دریغ شخصیت نامی، نویسنده توانا، نظامی صلاح شور، ستر جنرال ارکان حرب محمد نبی عظیمی به ابدیت پیوست. روحشان شاد، یادشان گرامی. تلویزیون بهار این زای بزرگ را به خانواده، دوستان و نظامیان کشور تسلیت گفته، صبر بزرگ به بازماندگانشان خواهان است. انا لله و انا الیه راجعون.
بهار آغاز شادابی. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ به نام خداوند لوح و قلم. شبکه جهانی تلویزیون بهار در رأس محترم محمد اکرم جبارخیل و همه دستاندرکاران این شبکه با درد و اندوه در گذشت شخصیت نظامی و فرهنگی کشور مرحوم سر جنرال محمد نبی عظیمی را به خانواده معظمشان، دوستان و اقارب و کافه نظامیان و فرهنگیان کشور تسلیت گفته، برای مرحوم عظیمی به اشتبرین و برای بازماندگانش صبر جمیل از بارگاه خداوند منان تمنا می کند. مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی یکی از شخصیت‌های بی‌بدیل نظامی و فرهنگی در سطح کشور بود که با صداقت و پایمردی در دشوارترین مقاطع زمان وظایفشان را با عشق به میهن و مردم انجام دادند. مرحوم ستر جنرال محمد نبی عظیمی نه تنها یک نظامی مدبر و با جسارت بود، بلکه یک قلم به دست و فرهنگی فرهیخته نیز بود و میتوان از کتاب پربهای اخیرش به نام اردو و سیاست در افغانستان نام برد. مرحوم سر جنرال محمد نبی عظیمی نسبت مریضی که آیدیالشان شد در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان جهان فانی را ودا گفتند و به لقای حق پیوستند. مرحوم عظیمی در یکی از مصاحبه های اخیرش در مورد اینکه چگونه دشمن در اردو نفوذ پیدا می کند و چطور از حضور دشمن در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری کرد، چنین ابراز نظر نموده بودند. باید بگویم که این کار اگرچه در نظر اول دشوار به نظر می رسد، ولی اگر تدابیر مؤثر و بازدارنده و به موقع سوی ارگانهای کشف و استخبارات صورت بگیرد، از گستردگی آن جلوگیری شده می تواند، به شرط آن که در ارگانهای استخباراتی و کشفی افراد صادق، وفادار، باهوش و باورمند به نظام وجود داشته باشد. به نظر من نخستین اقدام در امر خنثی‌سازی چنین اقدامات مشخص بودن چنین افراد در رده های بالایی آن ارگان ها و تصفیه بیرحمانه ایشان از مقام های کلیدی و تصمیم گیرنده است. به این ترتیب تا زمانی که این ارگان ها از کارمندان خائن، فاسد و بی ایمان تصفیه نشوند، چگونه میتوان به این باور بود که دشمن آرام خواهد نشست و توسط این افراد به کشتار مردم و ویرانی بیشتر کشور دست نخواهد زد؟ اقدامات جلوگیری کننده نیز فراوانند که از نفوذ افراد نفوذی میکاهند که در این مختصر نمی گنجد، ولی به نظر من هر کارمند امنیتی با قوت و فن و راه و رسم این اقدامات پیشگیرانه و تخصصی کاملا آشنایی دارند. روح و روان این نویسنده و نظامی برجسته کشور شاد و یادشان گرامی بود. انا لله و انا الیه راجعون. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون ریختین غر. بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. در حالی که شماره از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که سلمی خلیلزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان در سفرش به کابل طرح دولت مشارکتی را ارائه کرده است، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در پاسخ به سوال من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد گفته است که آقای خلیلزاد با مقام های افغانستان در مورد راه های پیشرفت در زمینه رفع چالش های موجود مشوره می کند. توجه کنید به متن کامل این گزارش. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان
به کابل سفر کرده است. او در دیدار با رئیس جمهور غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دکتر عبدالله و شماری از رهبران سیاسی افغان درباره تسریع مذاکرات صلح و بازنگری توافقنامه دوحه گفتگو کرده است. طلوع نیوز به نقل از برخی از منابع گزارش داده است که آقای خلیلزاد در این دیدار طرح تشکیل حکومت مشارکتی را پیشکش کرده است. تا هنوز جزئیات این طرح فاش نشده است. در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوال من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد در این مورد میگوید که آنان به مشوره هایشان برای تامین صلح پایدار در افغانستان ادامه میدهند و میافزاید طرف های درگیر در افغانستان یک فرصت تاریخی دارند تا به یک صلح پایدار و دوامدار برسند برای دستیابی به آتش بس دائمی و همه جانبه که شایسته مردم افغانستان است. به همین دلیل سفیر خلیلزاد و تیم وی با رهبران افغانستان ملاقات می کنند تا در مورد نتیجه کرای پایدار داشته باشد گفتگو کنند. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که آنان برای زنی در مورد صلح افغانستان در منطقه نیز ادامه می دهند و می افزاید ما به مشوره نزدیک با متحدان، شرکا و کشورهای منطقه در مورد چگونگی حمایت جمعی از روند صلح ادامه خواهیم داد. ایالات متحده، همه کشورهای منطقه و جامعه بین المللی در یک افغانستان باثبات، امن و سلامیز منافع مشترک دارند. البته این در حال است که طالبان تهدید کردند که در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی به تاریخ اول ماه می امسال جنگ در برابر آنان را از سر خواهند گرفت. مقام وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگرم در مورد خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان گفت که هنوز در مورد مسئله خروج نیروها در اول ماه می تصمیم گرفته نشده است. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر وزارت خارجه، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون ریختین غک بهار آغاز شادابی تلویزیون بهار تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي.